سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیته برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره منشید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز با عشق ازدواج کردیم قبلش پنج ماه با هم دوست بودیم اون راننده تپسی بود یه روز اومد بعدش تلفن داد و گفت هر وقت ماشین خواستی به خودم زنگ بزن. خلاصه بعد از چند بار که اومد دنبالم دوست شدیم. توی مغازه موبایل فروشی دوستشم کار میکرد. فقط یه مادرش براش مونده بود. پدر و دوتا خواهر دیگهش تو تصادف چند سال پیش از بین رفته بودن. پدر منم بازنشسته بیمه بود. من و مادر و خواهرمم کار عروسک سازی می تو خونه. البته من زبان انگلیسی من خوب بود. گاهی یه مطالبی میگرفتم و ترجمه میکردم سه ماه از عروسیمون گذشت. دقیقا تو موقعی که فکر می کردم از همه ی آدم های دنیا خوشبخترم یه درد شدید و مشکوکی منو گرفت هر بار که احساس می کردم درد دارم سعی می کردم با خوردن یه جوشونده یا مسکنی چیزی یه کاری کنم ارسلان نفهمه تا اینکه یه روز که داشتم کار می کردم احساس کردم یه خنجری از پهلوم فرو رفت تو تنم آنچنان دردی تمام تنم گرفته بود که از شدت درد بیهوش شدم وقتی به هوش اومدم دیدم تو بیمارستانم ارسلان بالای سرم وایساده دستامو گرفته تو دستاشو و همین جوری داره اشک میریزه تا دید من چشمامو باز کردم گفت عزیزم خوبی من که نصف جون شدم چه بلایی سرت اومد لبخند زدم و گفتم نگران نباش چیزی نیست بعدم واسه اینکه یه ذره حال و هواشو عوض کنم بهش گفتم خیال نکن میتونی به این راحتی از دست من خلاص چیا تا آخر عمرت بیخریش شدم دیگه اشکاش مجال نداد از اتاق سری رفت بیرون بعد از اینکه ارسلان رفت دکتر اومد یه سری اطلاعات پزشکی و کلمات تخصصی گفت که اصلا نفهمیدم چی هن. یه جورایی فهمیدم دچار مشکلی شدم و مورد مشکوکی تو رحممه. بعدم که حرفاش تموم شد آخرش گفت خانم خیلی زود باید عمل شیم. گفتم بله؟ عمل؟ چرا عمل؟ مگه چی شده؟ گفت متاسفانه باید رحم شما رو خارج کنیم. اگه این کارو نکنیم برای بقیه اعضای بدنتونم مشکل ایجاد میشه. گفتم میخواین رحممو در بیارین؟ آخه چرا؟ دکتر با تاسف سرش تکون داد و گفت متاسفانه چاره ای نداریم باید هر چه زودتر این کار رو انجام بدیم هنوز دکتر از اتاق بیرون نرفته بود که یک دادی زدم و ارسلان صدا کردم اون بیچارم که از شدت گریه صورتش ورم کرده بود و چشماش کلی قرمز شده بود سری اومد تو اتاق پرسیدم ارسلان دکتر چی میگه من نمیخوام عمل کنم آخه چرا با عصبانیت سرمو از دستم بیرون کشیدم و سعی کردم از تخت بیام پایین ارسلان نذاشت سرمو گرفت تو و گفت عزیزم فعلا مهمترین مسئله سلامتی توه بقیه چیزا اصلا مهم نیست میدونم که تصمیم خیلی مشکلیه ولی چاره ای نیست باید انجام بدیم خواهش میکنم خواهش میکنم مخالفت نکن به هر دومون فکر کن من به تو نیاز دارم تو همه هستی منی لجبازی نکن بعدم دیگه نتونست حرفاشو ادامه بده هر دو با هم دیگه افتادیم به حق, حق. چشمامو که باز کردم ارسلان دوباره کنار تختم بود احساس کردم تو اون چند ساعت چقدر پیر شده عمل انجام شد بعد از چند روز رفتم خونه دوران نقاحت هم, تموم شد اما من از اینکه دیگه نمیتونستم بچه دارشم افسرده شده بودم بعد از چند وقت تصمیم گرفتیم یه دختر کوچولی چشم سیاه هفت ساله رو بیاریم به سرپرستی قبول کنیم بعد از مراحل قانونی دخترک که اسمش رنا بود به خونواده ای ما اضافه شد چه روزای خوشی بود هر کاری از دستم برمی اومد براش میکردم اونم تو کارهای خونه بهم به کمک میکرد رابطمون عالی بود پارک، سینما، گردش. دو تایی ساعتها وقتی ارسلان خونه نبود با هم کیف می کردیم. شیش ماه گذشت. گاهی وقتا احساس می وقتی هر سه تامون با همیم دخترک نگاهش رو از ارسلان می ولی پیش خودم گفتم شاید خجالت می کشه. آخه ارسلانم کلا از این دختر خوشش نمی بهش محل نمی زاشت. می گفت فقط به خاطر تو آوردیمش. منم هر بار خودم و گول می و به خودم می اب نداره. اولشه. با هم جور میشن. جور شدن. ولی چه جوری؟ خونه ای ما دو خوابه بود. یه و من و منو ارسلان میخوابیدیم. اون یکی اتاقم وسایلمو گذاشته بودم اما رانا هم اونجا میخوابید. بعضی شبا وقتی قلت میزدم احساس میکردم ارسلان پیشم نیست. ولی اینقدر خوابالو بودم که حالیم نمیشد. فکر میکردم شاید رفته دستشویی یا رفته آب بخوره. دوباره خوابم میبرد. یه شب طبق معمول که اومدم قلط بزنم دستمو انداختم تو جای ارسلان دیدم ای ارسلان نیست. گفتم لابد بود رفته دستشویی پیش خودم گفتم بذار منم بلنشم برم ارسلان از دستشویی اومد منم برم دستشویی از رو تخت که بلند شدم اومدم حرکت کنم یکم همه جا بی صدا شد یه لحظه احساس کردم صدای اینجوری میاد فکر کردم رنا داره خواب میبینه سریع اومدم سمت اتاق رنا دیدم در بسته است تا اومدم در رو باز کنم ارسلان در رو باز کرد اومد بیرون ها که فکر کردم دیدم اون موقع که داشت از اتاق میومد بیرون داشت با شلوارش ور میرفت ولی اون لحظه توجه همون جلب نکرد گفتم چی شده؟ گفت هیچی هیچی رنا داشت خواب میدید منم اومدم برم دستشویی دیدم داره خواب میبینه اومدم صداش کردم یه نگاه به رنا کردم دیدم عشق تو چشاش جمع شده گفتم عزیزم قربونت بشم گریه نکن خواب بد دیدی نداره به چیزای خوب فکر کن تا خوابت ببره میخوای من پیشت بخوابم ارسلان همینجوری که داشت میرفت سمت دستشویی گفت نه دختر بزرگی شده خودش تنها میخوابه من گوش ندادم همونجا دراز کشیدم پیش رنا نازش کردم بچه همینجوری حقق میزد گریه 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 ارسلان از دستشوی اومد بیرون گفت نمیای سر جات بخوابی گفتم چرا یه دو دقیقه دیگه میام تو بخواب همینجوری که رنا رو ناز کردم بهش میگفتم عزیزم چیزی نبوده یه خواب بوده دیگه تعریف کن ببینم چی خواب دیدی هی گریه میکرد هی گریه میکرد هرچی من سعی میکردم آرومش کنم اون بدتر میشد گفتم رنا پا میشم میرم سر جام میخوابم بگو ببینم چی خواب دیدی یهو گفت آخه نمیتونم بهتون بگم گفتم چرا نمیتونی بگی گفت آخه خواب ندیدم که بخوام تعریف کنم گفتم پس چرا گریه میکنی گفت نمیتونم بگم گفتم یعنی چی جون منم یه دخترم مثل تو فقط من بزرگتر از تو هم. تعریف کن ببینم چی شده هزار تا قسمم داد که به کسی نگم منم قسم خوردم گفتم باشه نمیگم بگو گفت شما که شب میخوابین اما ارسلان میاد پیش من گفتم ها میاد پیش تو خب میاد که چی بشه گفت میاد با ملافه دهنمو میبنده و بعدم لباسامو در میاره و میفته رو بقیهش رو نشنیدم همینجوری که داشت میگفت همینجوری تو چشماش نگاه میکردم خدایا چی میگه این بچه؟ اگه با چشم خودم نمیدیدم که داره از اتاق میاد بیرون امکان نداشت حرفای این بچه رو قبول کنم یه لحظه خواستم از جان بلنشم برم تو اتاق بگم مرتی که لندهور. خجالت نمیکشی با یه بچه هفت ساله از طرفی اصلا نمیخواستم باور کنم واقعا باورم نمیشه. گفتم خیلی خوب رانا این یه رازه بین من و تو من کمکت میکنم خیلی سخت تونستم خودمو کنترل کنم فردا شب شد دو سه تا فنجون قهوه خوردم که بیدار بمونم خودمو زدم به خواب ساعت حدودا دو دو نیم بود دیدم ارسلان بلند شد پنج دقیقه بعد دنبالش رفتم دیدم بله در اون اتاق بسته است همون صدایی که دیشب میومد از توش داره میاد بیرون باز خودمو کنترل کردم خیلی خدا بهم به کمک کرد از یه طرف نمیتونستم تحمل کنم میخواستم برم بچه بیچاره رو نجات بدم از طرفی میگفتم اگه قشقرق به پا کنم بدتر میشه تونستم عقلم و جمع جور کنم و منطقی تصمیم بگیرم هیچ کاری نکردم رفتم سر جام بعد نیم ساعت کسیفترین آدم عالم اومد بغل دستم خوابید تا صبح بیدار بودم ولی خودم و زدم به خواب صبح که ارسلان رفت بلند شدم تمام وسایل خودم و وسایل رنا رو جمع کردم و از خونه زدم بیرون یه دوستی دارم تو شیراز زندگی میکنه اومدیم پیشش نمیدونم چی کار کنم یک هفته است به هیچ کسم خبر ندادم به مامانم هم نگفتم گفتم نکنی یه وقت ارسلان بلند شه بره اونجا زد جموره کنه مامانم هم دلش بسوزه بگه ما کجاییم الان نمیدونم چی کار کنم نمیدونم با خودم هم درگیرم همش فکر میکنم من گناهکارم کارم من این بچه بیچاره رو آوردم بعد به ارسلان فکر میکنم ارسلان اصلا ممکنه مگه خلاصه موندم نمیدونم چی کار کنم. دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست